برای شما توصیه می کنم خواهرم که هر روز شما قبل از نماز و بعد از نماز تمام اعضای خانواده به آواز بلند سوره بقره را برای ده دقیقه قبل از نماز و ده دقیقه بعد از نماز شما تلاوت بکنید روزانه پنج نماز داریم ده دقیقه قبل از هر نماز و ده دقیقه بعد از هر نماز سوره بقره را شما بخونید این را هم خواهرم قسم تنظیم بکنید که در هر اتاق که در خانه یک نفر بنشیند و آن را بخواند یعنی اتاق خالی نمانند در هر اتاق شما بقره را جداگانه و که می شود صد دقیقه در روز و بر علاوه این ام اعضای خانواده باید روزانه سه ساعت قرآن را مطالعه کنند. سه ساعت هر کسی که می تواند این برایش خیلی خوب است ان شاء الله تعالی که با تلاوت سوره بقره در خانه روزانه قبل از نماز و بعد از نماز و سه ساعت تلاوت, قرآن تمام انرژی منفی بارهای منفی شیاطین حسد بغض کینه زخم چشم چشم بد و تمام تلسم ها انشالله که از بین می روید خواهرم و انشالله الله که انرژی مثبت جاگوزین انرژی منفی در خانه شما می شود شما این کار را بکنید خواهرم همچنان اگر شما در ایران هستید شما اونجا می توانید مریم گولی مریم گل مریم گولی خشکیده را پیدا بکنید و صبح و شام آیات معوزتین قلعوز برابل فلق قلعوز برابل ناس را بر آن بخوانید و اون را دود بکنید تا از دود این تمام آثار منفی و انرژی منفی شیاطین از آنجا دور بشه خواهرم چون شیاطین با دود مریم گلی اساسات خیلی خاصی دارند و همچنان از خود مریم گلی برای تان چای تهیه بکنید چایی بنوشید هر اگر چای ما چای سبز میگیم تو افغانستان و چای سیاه میگیم اگر شما چای سیاه یا چای سبز می میخورید از اون صرف نظر بکنید از مریم گولی شما چای تهیه بکنید، چای مریم گولی بنشید تمامتان. این دوم، سوم این که روزانه هر روز شما از طرف صبح اذکار صبح را بخوانید این یک سلسله از عدیه رسول الله صلی الله علیه و سلم است که هر مسلمان باید بعد از نماز فجر این را بخواند و بر خودش دم بکند یا خودش را رقیه بکند. تمام اعضای خانواده باید اذکار صبح را بخوانید و شام وقتی که نماز شام را خواندید بعد از نماز مغرب یا شام از کار شام را شما بخوانید یادتان نرود و تمام اعضای خانواده قبل از اینکه به خواب میروند وضو بگیرند و درکت نماز بخوانند و بعد از او به طرف دست راست بخوابید و اذکار نوم یا امان سلسله دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعد از اینکه انسان در رخت خواب میخوابد اون را امشب باید بخوانید این برنامه است که برای هر مسلمان واجب است برنامه یک خانواده ی مسلمان است اگر یک مسلمان تمام اینها را در, در, در زندگیش بدن عملی بکرد انشاالله الله که از زخم چشم از عادت و از تلسم و از شیاطین و امهینها ها الله که محفوظ میماند دلیلش این است که ما شما همیشه در استراب و تشویش و وسوسه هستیم چون ما از این از کار بدوریم برای اسلام وقت نمی گذاریم برای هر چیز دیگر خیلی حریص هستیم اما برای این که خودمان را از شر زخم چشم از شر شیاطین انسی و جنی از شر تلسم ها از شر شیاطین خودمان را محفوظ بکنیم ما چیزی از سنت و قرآن نمی دانیم و بدان چنگم نمی دانیم. این موضوعی دیگر موضوع دیگر را که میخوایم خدمت شما خواهرم عرض بکنم اون این است که شما ارباری که یک کار میکنید به طور مثال کار بزرگی است خرید خانه فروش خانه این کار امر است خیلی بزرگ امر کوچکی نیست برای ار همر مسلمان با خالقش مشوره می کند شما در داستانی که نوشتید شما نگفتید که شما با خالقتان مشوره کردید یا نکردید خب مشوره کردن با الله سبحانه و تعالی چی هست مشوره کردن با الله سبحانه و تعالی گرفتن وضو وزوح هست وضو کامل بگیرید بعدش دو نماز بخونید نفل و بعدش بالای سجاده بنشینید و دعای استخاره را بخونید که ان شاء عزیز ما برایتون دعای استخاره را میفرستد هر باری که یک انسان مسلمان میخواه خانه بخره، ماشین بخره، ازدواج بکنه، از جای به جای نقل مکان بکنه یک وظیفه جدید را بگیره و یا اینکه هر کار را که میکنه باید با خالق یکتا مشوره بکنه و کی بهتر مشوره داده میتونه خواهرم از خالق منان خالق منان یگانه کسی هست که برای ما مشوره درست میدهد اون خالق من هست با علم لدونی که دارد با اکمت که دارد الله سبحانه و تعالی بر خیر و شر ما واقف است پس شما ارباری که یک کار بزرگ را می کنید باید مشوره بکنید با الله سبحانه و تعالی که ما اون را در اصطلاح شرعی در اصطلاح دینی به نام چی می دانیم؟ به نام استخاره استخاره یعنی با خالق یکتا مشوره کردن پس در هر حمرتان خواهرم شما با الله سبحانه و تعالی مشوره بکنید نقل مکان کردن خانه خریدن و خانه خود را رها کردن این امر است بسا بزرگ و در امر بزرگ مانند این چگونه ما می توانیم بدون مشوره الله سبحانه و تعالی محفوظ بمانیم دلیل اینکه ما محفوظ نیستیم برای امین است این سنت فراموش شده رسول الله صلی الله علیه و سلم است یک مسلمان که باید یک کار میکنه حتی وقتی میخواهد که از خانه بیرون شود بندهای بوتهایش را می بندد باید با الله مشوره کند که یا الله آیا امین بوتهای را که من بپا می کنم بیرون خانه میروم امین به خیر من است یا نه اگر به شر من است از این باز دار و یا اگر شر برایم هست شر را از من دور کن یا اینکه خانه میخرید استخاره میکنید بار الهه برای مشوره بده که این خانه که ما رها می کنیم به آن خانه جدید می رویم این برای من به خیر من است به خیر من و خانواده هم است یا این که به شر من و خانواده هم است اگر این کار را یک مسلمان می کند الله سبحانه و تعالی توسط ملک ها و فرشتگان در قلب اون یا دلسردی و یا دلگرمی در مقابل امن امر ایجاد می کند در قلب انسان یا دلسردی پیدا می شود یا دلگرمی پیدا می شود ازدواج کردن وقتی که یک شخص می خواهد ازدواج بکند باید استخاره بکند که امین شخصی که می خواهد با اون ازدواج بکند این شخص برایش خیر می آورد یا شر می آورد این تمامش از امور غیب است انسان بر امور غیب دانا نیست پس با خالقش مشوره می کند درکت نماز استخاره میخواند دعای استخاره را میخواند اون وقت است که الله سبحانه و تعالی این امور را به دست خودش می گیرد و الله سبحانه و تعالی ملک های را مقرر می کند که تا در قلب این شخص یا برای آنکار دلگرمی بیاندازد در قلبش یا در قلبش دلسردی بیاندازد. پس اگر دلسرد شد از آن کار چی می کند؟ از آن کار دست بر می دارد و اگر دلگرم شد به آن کار اقدام می کند این هم مشوره دیگر برای شما عزیزان برادران و خواهران مسلمان که صدای ما را می شنوند برای هر امر مسلمان استخاره می کند اگر ماشین می خرید خانه می خرید بوتهایتان را می پوشید می روید طرف سفر جایی می با کسی دوستی بکنید می از کسی بسکلانید دوری بکنید میخواید یک جای بروید یک کار صدقه برای کسی بدهید که اون صدقه ممکن است صدقه درست نباشد ممکن است اون شخص شخص کلابردار باشد به دستش نرسد یعنی هر امری که انسان میکند میتواند استخاره بکند برای سلف برای اونهایی که با رسول الله صلی الله علیه و, علی و نزدیک بودن برای تابعین و تابعین برای صحابه برای تمام اونها استخاره مانند دعا بود مانند نماز خواندن بود یعنی این عادتشان شده بود اما متاسفانه این عادت را ما نداریم پس چقدر با ارزش است این عادت بزرگ که انسان با خالقش مشوره بکند پس هیچ وقت الله سبحانه و تعالی انسان را به تحلقه و علاقت نمی اندازد الله سبحانه و تعالی بهترین مشوره را برای بندگانش میدهد پس این نصیحت هایی که برای شما کردم خواهرم که ده دقیقه قبل از نماز ده دقیقه بعد از هر نماز سوره بقره را با آواز بلند بخوانید نه با آن آواز خیلی بلند که خودتان را خسته بکنید نه با آن آواز پست و پخش که صدایتان بیرون نیاید به این شکل که من با شما صحبت می با این آواز سوره بقره را زیبا بخوانید و بعد از این که این را ختم کردید روزانه سه ساعت شما قرآن بخوانید و از کار صبح در صبح از کار شام در شام و اذکار کار نوم در شب وقتی که خوابید شما این اذکار کار را بخوانید و از بارگاه منان مسئلت داریم که تا الله سبحانه تعالی مشکلات شما را آسان بسازد و موضوع اخیر موضوع تحجد است نیمه شب شما برای تحجد بیدار شوید وزی کامل بگیرید با خشو و خزو بازاری در سجده هایتان به الله زاری کنید گریه کنید در سجده هایتان وقتی گفتین سبحان ربی الاعلی بعد از اینکه سه بار یا پنج بار یا هفت بار سبحان ربی الاعلی گفتید بعد از آن دعا بکنید یک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه هر قدری که شما می دعا بکنید در سجده هایتان و این سجده های نیمه شب مستجاب است چون در سلس اخیر شب الله سبحانه و تعالی در آسمان زمین نزول می کند و هران چیزی که بندگانش از او می خواهد در سلس اخیر شب اون وقت وقت است که وقت مستجاب دعا هست پس این این کارهایی را که من برایتان گفتم این نصیحت ها را بکنید عزیز ان برای هفت هفته به من منوال دوام بکند بعدش شما آیستا استا. تمام چیزهایی که به شما رخ میدهد خواب آی که میبینید الله با ما شریک سازید الله سبحانه و تعالی مشکل شما و مشکل تمام مسلمانان را سهل و آسان بسازد آمین یا رب العالمین